اگه شما بفهمید که کسب و کارتون در حال شکست خوردنه و درآمد کافی رو ایجاد نمی‌کنه چیکار می‌کنید؟ اگر ببینید به جایی رسیدید که گردش پول کافی ایجاد نمیشه و کش نقدی نمیاد و دیگه نمیدونید تا کجا میتونید ادامه بدید چیکار باید بکنید؟ من خودم توی کسب و کارهام تا به حال دو بار تا مرز ورشکست شدن پیش رفتم. البته تو عمرم هیچ وقت ورشکست نشدم، ولی دو بار تا مرزش رفتم. چند مورد دیگه هم پیش اومده که لیدری یک کمپانی رو به دست گرفتم و مسیر حرکتش رو کامل برگردوندم. حالا اگه شما تو همچی شرایطی قرار بگیرید باید چیکار بکنید؟ شرایطی که میدونید فقط چند هفته یا چند ماه تا ورشکستگی کامل فاصله دارید و باید هر طور شده مسیرتون رو عوض کنید. امروز بهتون سه تا ایده قدرتمند یاد میدم که توی همچی شرایطی روی اونها تمرکز کنید. یک، تمرکز روی هزینه های اضافی. منظورم چیه؟ اگر کار من رو به عنوان پادشاه فروش قیمت بالا دنبال کرده باشین، میدونید که من اصلا آدم چیپی نیستم، اما توی شرایط خاص مجبورین تک تک هزینه هاتون رو بررسی کنید و هر یک تومن خرجی که میکنید رو الگ کنید. اگر اضافی کاهش کنید، چون چیزی که شما بهش نیاز دارید فقط کش نقده و کسب و کارها هم فقط به خاطر تموم شدن این کش نقد شکست می‌خورن. تا زمانی که کش نقد در حال اومدنه، مشکل خاصی شما رو تهدید نمی‌کنه و اون کش نقد حتی میتونه برای شما زمان هم بخره. اگر ندارن زود کاتشون کنید. خلاصه که اولین چیزی که باید روش تمرکز کنید نگاه کردن خط به خط به هزینه هاتونه و کات کردن هزینه های غیر ضروری. چرا؟ چون الان فقط به کش نقد نیاز دارید و این کار هم برای شما زمان میخواد. دومین چیزی که باید روش تمرکز کنید، تمرکز روی فروش. منظورم چیه؟ میدونید که هیچ کسب کاری یک شبه به موفقیت نمیرسه و هیچ کسب کاری هم یک شبه زمین نمیخوره. فقط زمانی زمین میخوره که شما به عنوان یک لیدر یا یک مدیر عامل شکست بخورید و عرضه هدایت و اجرای اون کسب کار رو نداشته باشید. با خودتون صادق باشید. ببینید آیا شما هم جزو اون دسته این هستید که بیش از حد روی محصول و بی‌نقص کردن اون تمرکز کردن؟ همونهایی که به جای رفتن سراغ قلب مشکلات تمرکز و زمانشون رو روی اینجور مسخره بازی ها گذاشتن و به میزان کافی فروش ایجاد نکردن. چون هیچ کمپانی به خاطر درآمد بیش از اندازه زمین نمیخوره و شما باید سریعاً برای بیشتر کردن فروشتون اقدام کنید. حالا شاید بگید فروختن کار من نیست، من فقط دلم میخواد مدیریت کنم، که خب دقیقاً اون مشکل کوفتیتون هم همینه. به همین خاطره که کسب و کارتون داره زمین میخوره. تو باید بهترین فروشنده تمام اون کمپانی باشی. توی سازمان من هیچ کسی نیستش که بتونه بهتر از من بفروشه و سلام. من خودم بهترین فروشنده تمام سازمانم هستم، همونطور که هیچ کس نتونسته محصولات اپل رو بهتر از خود استیو جابز بفروشتش. اون ایونت ها، پرزنت ها، تمامشون فروشن. وقتی پای بازاریابی وسط می اومد، اون آدم یک نابغه تمام عیار بود. یادتون باشه اون چیزی که می فروشید مهم نیست، بلکه چطور فروختنش مهمه. شما هم باید ببینید اون چیه که فروختنش شرایط رو عوض میکنه و میتونه برای کسب و کارتون اون مانیه رو بیاره داخل جیب شما. شما به عنوان مدیر و صاحب کسب و کارتون باید این فرایند رو بهتر از هر کس دیگه بلد باشید و وقتی این فرایند به مشکل خورد، باید خودتون شخصا فکر و ذکر و خوراک و زندگی و همه چیزتون بشه فروش تا بتونید بیشتر بفروشید، بفروشید و بفروشید. حتی شده برید سراغ مشتری قدیمیتون، اونها رو دوباره فعال کنید و دوباره بهشون چیزی بفروشید، یا ببینید به مشتری های فعلیتون چطور میتونید بیشتر بفروشید یا از کجا مشتری های کاملا جدیدی پیدا کنید. پس مورد دوم شد تمرکز کردن روی فروش. شماره سه، باید روی آموزشتون تمرکز کنید. تمرکز روی آموزش. وقتی تو همچین هچلی میافتید، به احتمال قوی این وسط یک چیزی هستش که شما نمیدونید، یک چیزی که حواستون بهش نبوده و علمش رو نداشتید. ممکنه کتابهایی که قبلا خوندید تو این زمینه کمکی بهتون نکنه. بله، باید هزینه ها رو کات کنید و باید روی فروش تمرکز کنید، اما در همین حین باید یاد بگیرید تا اطلاعات و علم بیشتری رو به دست بیارید و انتخاباتون رو بیشترش کنید. باید راه حل های بیشتری بلد باشید تا بتونید از شر اون مشکل خلاص بشید. چون الان دارید مشکل رو جلوی چشمتون میبینید ولی هیچ راه حلی براش ندارید. حتی ممکنه یکی دو تا راه حل هم براش داشته باشید، ولی وقتی بیشتر یاد بگیرید و بیشتر بدونید،
تعداد این راه حل ها ممکنه برسه به 5، 10 یا حتی 20 تا راه حل. این شکلی میتونید سریعتر و با منابع کمتری مشکلتون رو حل کنید. ولی اگر جواب ها رو بلد نباشید، همچین کاری غیر ممکنه. خلاصه کنم حرفامو، به عنوان مدیر عامل این شرکت یا به عنوان صاحب اون کسب و کار، شما باید خیلی خیلی با خودتون صادق باشید و صادقانه ببینید آیا هزینه ای هستش که بتونید کاتش کنید؟ از همین هزینه هایی که فقط از روی غرور خرج میشن، هزینه هایی که فقط غرور شما رو ارضا میکنن و هیچ فایده دیگه هم ندارن. بعدش بعد ببینید اوضاع فروشتون چطوره. آیا شما جزو اون دسته از مدیرای هستین که فکر میکنید مال فروش نیستن و فروش خیلی تو شرکتشون مهم نیست؟ از همون مدیرایی که بیش از اندازه روی محصول یا سرویس خودشون تمرکز دارن، یا از اون مدیرایی که میدونن کسب و کارشون چیزی غیر از فروش نیست و اصلا بیزینس یعنی بازاریابی و خدمات و محصولات. یادتون باشه گفتم چیزی که میفروشید مهم نیست، اینکه چطور اون رو میفروشید مهمه. و در آخر اینکه آیا در حال یادگیری مستمر هستین؟ آیا از کسی که قبلا خودش این کار رو انجام داده و این راه رفته آموزش میبینید؟ آیا از کارآفرینایی که خودشون بهترین روش ها رو دارن آموزش میبینید؟ آیا رقیباتون رو میشناسید؟ میدونید که بین اونها بهتریناشون کدومه؟ دقیقا مثل همون ضرب المثلی که میگه دوستاتو نزدیک نگه دار، دشمناتو نزدیکتر. تو هم باید رقیبات و دشمناتو بهتر از خودشون حتی بشناسی. فقط اگر اینها رو بدونی، این شکلیه که میتونی اونها رو شکستشون بدی. حالا چه برسه به این که نه تنها اونها رو نشناسی، حتی خودت رو هم به اندازه کافی نشناسی. توی همچین شرایطی رقیبانت نه تنها از تو بهتر عمل میکنن، بلکه لولت میکنن میذارن تو جیبشون، چون عمل کردشون از تو بهتره و از تو هم هوشمندانه تر عمل میکنن. محال تو همچین چیزی رو بخوای. اگر واقعا مصممی که مسیر کسب کارت رو عوض کنی و راه حل های بیشتری رو یاد بگیری، من برات یک دعوتنامه دارم. روی لینک پایین کلیک کن، به انجمن من ملحق شو. اونجا من هر ماه مهمترین درسایی که خودم یاد گرفتم رو به تو هم یاد میدم، چه در مورد بیزینس باشه، چه در مورد تبلیغات، کارآفرینی یا تصمیم گیری، مدیریت، لیدری. در هر حال ما هزاران هزار دانش پذیر از سر تا سر ایران داریم، هزاران هزار کارآفرین در سر تا سر ایران که هر ماه گرد هم میان و همزمان یاد میگیرن، روش میکنن. پس اگر این ویدیو رو توی یوتیوب میبینید، حتما من رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید. اگر توی اینستا میبینید، من رو فالو کنید، روی لینک پایین کلیک کنید تا اجازه دسترسی کلاس رایگانم رو بهتون بدم و به ما ملحق بشید. توی کلاس میبینمتون.